برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره به همه شما خوبان، نازنینان در هر کجای این جهان هستی. هر جا که اینترنت هست، حتی روی دریا، توی کشتی، توی هوا، هر جا که هستی با اپلود، با دانلود کردن اپ میهن تیوی میتونی صدای ما رو به راحتی در هر کجای جهان باشی بشنوی. البته باید اینترنت داشته باشی. و درود بفرستیم به همه شما خوبان، نازنینان. یک کسی هم یه ایمیلی زده بود، چون امروز روز شماست، برای شما سخن میگم. بذارید اینم بذاریم بالا، این کشت خبرها رو هم جمعش کنیم از روی برنامه فعلا و بیایم در خدمت شما. آره، یک کسی مفصل هرچی که لای خود و خانوادش بود رو توی یه ایمیل قلابی برای من فرستاده بود. حالا چرا ایمیل قلابی درست میکنی؟ خب اگه راست میگی، اگه جرأت داری، اگه حرفت حقه، اگه باور داری به حرفایی که میزنی، خب مثل آدم بنویس. چرا میری لای ابرا قایم میشی؟ چرا این کارها رو میکنی؟ آخه چقدر بزدلی، چقدر ترسویی. بعد میگه چرا آخونده سر کارن؟ به خاطر شجاعت ماست، به خاطر این همه دلیری، این همه شجاعت. تاریخ ما مملو از این شجاعت هاست. هیچ وقت یادم نمیره کارهای دکتر میمندی نژاد که یک محقق تاریخ بود و دستی هم در علوم غریبه داشت. میگفتش که در کتاباش نوشته بود که وقتی افغانها به ایران حمله کردن، اشرف و محمود اینها به ایران حمله کردن، سرداران سپاه قزلبار، نظام یونیفرم پوش، خیلی اولین نظام یونیفرم پوش جهان بوده ظاهرن، همشون سرخ می پوشیدن، سرخ جامگان، اینا رفته بودن تو زیرزمینای خونهشون تو اصفهانی که اینا 900 تا پیاده رافت داده بودن تو بیابونا، چوبی چماق پیده کردن افتاده بودن دوره، که ما میخوایم بریم حقمون رو از شاه سلطان حسین بستانیم. ایده بیکارم را افتاد، من کجا میری؟ گفت میریم اینجا. گفت خب ما میایم، برای غنائم بد نیست. مثل همین داستان حسین طایب و برکناریشه، چقدر تاریخ شبیه همه، اما مثل هم هرگز نیست، غیر قابل تکراره. رفته بودن تو زیرزمینا قایم شده بودن، لباسای رنگینشون رو پوشیده بودن و یراق و واکسیل و مدال و افتخارات و از سر سینه آویزون کرده بودن و بچه ها رو ساکت، زن و بچه رو ساکت، پیس صدا در نیاد. بعد قدم میزد مثل جنرال های محکم، مثل ناپلئون بوناپارت، آم کوبید زمین. البته هنوز ناپلئون بوناپارت نیومده بود، فردا نه یخمو بگیری. میگفت کجاست این پدر سوخته تا من حقشو بزنن کرده. بچه از اون زیر گفت بابا بیرون پشت در. گفت هیچ به دستگی چی نگم، میان سرمونو میبرن. ما از این شجاعت ها در تاریخ اون فراوان داشتیم. ما این تعیین شجاعتشون در سال 57 خودشو نشون داد. الان داریم میشنوین فرمایشات آقای طوفانیان رو، رئیس اداره خرید ارتش، که دعواها بوده بر سر این پست خرید در ارتش شاهنشاهی، چه کشت و کشتارها که نکردن.
مثل داستان برکناری حسین طاهب میمونه این دوست. اما شجاعت تو 57 هم شجاعتش رو دیدیم، به جای اینکه بیسته و مقابله کنه یا قسمی که خورده به پرچم میگه هر روز صبح نمیگه خدا شاه میهن دم دم جانم فدای میهن، این چیزا نمیگفتن تو ارتش صبح. خوب آقای مشیری خاطرات چه تعریف میکنه اینا رو هم بگه. ولی روز جنگ اون لحظه مبادا یهو نامه نوشت که ما تسلیم فرمایشات آقای خمینی هست، مثل شاه که صدای انقلاب رو شنید و قسم و آیه خورد که به قرآن مجید منم با شما موافقم، منم همین حرفا رو می‌زدم. امروز اتفاقا یه ایمیلی داشتم اگه پیداش کنم بد نیست اونو بخونیم خوبه، که نوشته بود برام. کجا رفت ایمیله؟ ما همه اینا رو گم میکنیم. میگه در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد میشد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. و ظلم و فساد وجود داشته دیگه که ملت به پا خواستن. این فرمایشات اعلی حضرت شجاع مملکته، مثل همین ایمیلی که یارو امروز برای من فرستاده بود. جای جای میهن من پر از این شجاعانه. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و عنوان یک فرد ایرانی نباشد. آخه شما دیدی همچه حرف آدم عاقل همچه حرفی بزنه؟ مردم علیه حکومت انقلاب کردن، رأس حکومت میگه بله مورد تایید منه به عنوان فرد ایرانی، منم تایید میکنم، منم میام راهپیمایی. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنن که به نام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. پس یعنی این، یه بار از اول بخونیم نشنگ سر فرصت. در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. یعنی علیه ظلم و فسادی که مردم به پا خواستن، خود شاه هم به پا خواسته. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما سوگند خوردم که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثناعشری را حفظ کنم. ببین نه فوش بدی به خدا شامیانا. نه امروز رو با 40 سال پیش مقایسه کنی. هیچ کس در اون روزگار اصلا فکر نمی کرد تو مخیلش، هرچی صادق هدایت، هرچی بزرگان جامعه نوشتن، چقدر زیبا می نوشت صادق هدایت تو آجی آقا خنزر بنزری. یادی بکنیم از سیمرغ و زنده یاد مرتضای میرافتابی، دکتر مرتضای میرافتابی، که چقدر این مطالب رو در سیمرغ مطرح کرد، نوشت. همین نوع کاری که فیروز نجومی انجام میده، هر جمعه یه مطلعی برام میفرسته و با قلمش یه نقاشی میکنه. میرافتابی هم همین کار میکرد زنده یاد، نقاشی های خودش رو میذاشت.
ولی کی میخرید حرف صادق هدایت رو؟ میگفتن نخونید کتاباشو و اونا بخونن میرن خودکشی میکنن. شما فکرشو بکن، فکر کن. و شاه ادامه میده: بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم، متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. پس ظلم بوده، فساد بوده، بیقانونی بوده، پس نگو گل و گلاب بوده، بهشت بوده. بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردید. بذار اینجا جواب بدم ببینم چی میگه. بله بفرمایید. یا نفس داره. سلام علیکم. من مسعود هستم آقای بهبهانی. بفرم. من می‌خواستم یه ایده ای داشتم. البته من اصلا سواد همچنانی هم ندارم که بخوام اصلا در این موضوع باشم، جز هیچ نوع جبهه‌ای هم نیستم، اصلا نمیدونم، یعنی سوادم اونقدر نیست که بخوام بدونم. فقط میخواستم بدونم که چرا ما این همه با خودمون درگیر هستیم. آره بگو، با خدا، به خدا بگو چرا؟ چرا؟ چرا آقا ما اینقدر با خودمون درگیر هستیم؟ همین که آقا یکی هم که میاد وسط پا بذاره، یکی دیگه میگه آی آقا اون باید کفشش حتما اونجوری باشه، با راست بره تو، بعد ما قبول میکنیم. حالا یکی هم که به نام آقای رضا پهلوی قبول کرده همچی مسئولیتی و بعد ما هم به قول معروف از خانواده و از چیزشون میشناسیم این فامیلی رو و میدونیم انسان های اگه خوبی نباشن بد نیستن. بد نیستم، ولی من نمیدونم که چرا آخه ما همچین انسانهایی هستیم که یکی هم که پا میذاره جلو به ما هی بسیار من خودم دوباره نگو حرف تازه بزن. حرف تازه بزنم این که تازه بزنم من خودم دوست دارم شخصا آقای رضا پهلوی بیاد این مسئولیت رو بر عهده بگیره و مملکت ما رو حداقل از دست این جنایت کارانی که اصلا سابقه نداره در چی بگم در دنیا، یعنی من خودم سنم جوری بوده که کمی از دوران پهلوی آدمه، بعدش هم که دیگه اومدم بیرون و یک دو مرتبه هم ایران رفتم، فقط به خاطر اینکه پدر مادرم فوت کرده بودن دیگه هم نرفتم. یعنی در 30 ساله شاید من 2 مرتبه رفتم ایران و الان خیلی خوشحالم که تونستم اولین بار تماس بگیرم و این چیزایی که همیشه هم گوش میکنم، چیزای شما رو، صحبتای شما رو هم همیشه گوش میکنم و اینا، خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم و فقط میخواستم که بگم به مردممون که آقایون بیایید تو رو خدا حداقل یکی هم که مسئولیت میخواد قبول بکنه ما اونو قبول داشته باشیم. حالا که آقای رضا پهلوی میگه آقا من میام، من گفتم من از پولوتیک چیزی سر در نمیارم، ولی این چیزایی که صحبت میکنید من میبینم تو برنامه هاتون، کسای دیگه هم مثلا آقای چی اسمش سعید جوانمردی همچی چیزی، علی جوانمردی بله، من اونم صحبتشو یه خود دوست داشتم تا اینکه یک دفعه دیدم آره گفتش که نمیدونم آقای رضا پهلوی هم بیاد نمیدونم اینجوری میشه،
آقا ما که نمیتونیم که 100% وجود نداره که، یعنی ما بگیم 100% یه انسانی 100% آقا خوبه. 99% میتونیم بگیم، ولی 100% ما نمیتونیم حتما بگیم که آقا رضای آقای رضای پهلوی 100% دیگه خوبه، ولی میتونیم بگیم 99% خوبه. 99% هم منظور این که 100% میشه به. یعنی تخمینی که آدم بزنه که بالای، به نظر من بالای 70% باشه، یعنی اون طرف اوکیه. و من سردر نمیارم که چرا آخه. خیلی خوب شنیدیم آقا، دیگه افتادیم. آره. ممنونم ازت. مرسی آقا، خیلی متشکرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم آقا. خدا حافظ. متشکرم. خدا خدا حافظ. ببخشید من یه هفته بود این زنگ رو ببندم و این که وسط برنامه شروع کرده بوق زدن، من رو عذرخواهی میکنم، جلو جلو عذرخواهی میکنم. خیلی خوب بریم. شنیدیم فرمایشات شما رو، شنیدیم. همین منم اتفاقا همینو ساعت پیش مطرح کردم، چرا اینجا که میرسه همه جیغ میزنن آقا دارن رهبر تراشی میکنن و عل میکنن و بل میکنن، ولی اون ور که میره داستان این فرقه منحوس واقعا کثیفه. واقعا بوگو کرنا که چه نشستید، از اونجایی که میدونه، از اونجایی که میدونه یه توهمی متاسفانه. ببین فرخزاد سالهای پیش توی شویی که تو لندن داشت حرفای خوبی زن، آدم جالبی بود فرخزاد. گفتش که ما که نمیدونستیم که بزرگای جامعه ما، سنجابی و پنجابی و اینا، همه دویدن رفتن دنبال آقای خمینی. سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت، اون سنجابی داشت میرفت به کانادا برای دیدار انجمن سالانه سوسیالیستای جهان که تصادفاً در سال همون 79 در کانادا برگزار میشد. این آقا داشت میرفت بره کانادا، سر را تو پاریس هم توقف داشت که حالا که اینجا وایسادیم یه چایی هم بریم خونه خمینی، و رفت اونجا و تسلیم خمینی شد. آقای شریفی که از نزدیکان زنده یاد بختیار بود، ویدیوهاش هست تو یوتیوب، ما کندیم گفتگو با این مرد نازنین داشتیم تو همون صفحه وبسایت ما، برید تو بخش گذشته میبینی که هست اونجا اون ویدیو ها، آرشیو برنامه های گذشته. گفت این زنش فشار بهش آورد، گفت مرد که تو چه نشستی که بختیار رفته شده نچس وزیر، تو چرا نشی نچس وزیر؟ عباراتیست که ایشون به کار بود. و زنه باعث شدش که اینا علیه بختیار بشن، زنه آقای سنجابی، که تو چرا نشی نخست وزیر شاه، بختیار بیاد بشه نخست وزیر شاه. علت مخالفت اینا هم این حرفای خالی زنکی بوده. داشتم برای تعریف میکردم که اون ایمیل رو داشتم میگفتم که این نازنین زنگ زد که با ایمیل قلابی میاد شروع میکنه به من میگه تو چرا تبلیغ میذاری تو یوتیوب که پول در بیاری آب جای آخر هفته جور بشه. نگاه کن، نگاه چقدر سخیفه، چقدر پایینه، چقدر کوچیکه. گاهی آقای مصداقی یه چیزی تعریف میکنه که ماشین که من ندارم، خدا کنیم همسایه هم ماشینش بره بخوره به دیوار، این تو همون مایه است. ما 6 روز در هفته اینجا در خدمت شما هستیم،
از ساعت 8:30 صبح تا 7:30 8 شب، 6 روز هفته برنامه ها تموم بشه، بعد بریم اینا رو دوباره آپلود کنیم، بعد دوباره اینا رو تو شبکه‌های اجتماعی قرار بدیم. همه اینا گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا رد نمیشه، اینا زمان بره، وقت گیره، ما وقت میذاریم بابت این کارا. و این شاکیه رفیق ما، یادش بخیر دکتر ناصر طهماسبی، این مرد شریف صاحب روزنامه علم و جامعه، تو یکی از همین ویدیوهایی که بازم گفتگو میکردم باهاش، میرفتم دوربین بردم خونش، بعد از مکافاتایی که بر سرش آمد، همسرش ناگهان رفت، بعد خانهش آتش گرفت، تمام زندگیش سوخت، خاطرات گذشتهش، کتابهاش، جزوهاش، همه آرشیو مجلهش، همه سوخت. یو مغزش هنگ کرد به قول امروزی ها. می رفتن دوربینو می بردم خونش، می شستم باش حرف می زدم، شاید کمکی بکنه. در یه جا تعریف می کنه، میگه آقا یه تیم بسکتبال که ورزش محبوب و آمریکایی هاست، میگه در واشنگتن یک گروه تیم باشگاه ورزش بسکتبال داشتن، این همیشه بازنده بود و مردم خیلی ناراحت از این که تیمشون میبازه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن باید یه مربی خوب. گفت خب پول نداریم. گفت خب میریم تلویزیون یه برنامه میخریم، فان ریزین میکنیم، مردم میخوایم که پول بدن. ظرف یک ساعتی که برنامه داشتن، 50 دقیقه‌ای که برنامه تلویزیونی هست، اینا حدود 600 هزار دلار تونستن جمع کنن که بتونن باهاش برن یه مربی خوب استخدام کنن. میگفت یا جای دیگه تعریف میکرد، میگفت در مقام مقایسه، میگفت مثلا منو طرف دعوت میکنه خونهش، میگه بیاین همه رو 10 نفر 20 نفر دیگر هم دعوت میکنه، میگه بیاین خونه ما امشب، ناصر طهماسبی خونه ما، شما تشریف بیاری. بعد همه میان، میره بهترین ویسکی و کنیاک و فلان و اینا، پوسه 600 دلار خرج میکنه، شام میده، ولی حاضر نیست 30 دلار همین آدمه 30 دلار بده 12 جلد ماهنامه علم و جامعه که 12 تا منتشر میشد در سال، و عضویتشو بخره، ولی حاضر اون کار بکنه، پوسه 600 دلار بده، مهمونی بده و همه هم پوز بده که آره ناصر طهماسبی اومده خونه ما، ولی حاضر نیست 30 دلار عضویت بده. اون آقای فرشاد چیه؟ اون جوانی که با لهجه گیلکی رشتی حرف میزنه، داغانیم آقا داغان. واقعا از شجاعت صحبت کردیم. حالا این دوستمون زنگ زده، شما نگاه کنید ببینید که علت چیه. میگه، گفتم فرخزاد تعریف میکرد که ما که نمیدونستیم، بزرگای ما مثل پرویز صیاد، مثل خیلی های دیگه دویدن رفتن بودن این ترامپ ناجی ماست. یه آدم فاسد، یه آدمی که روز اول گفته این فقط اومده که پول ورداره بره، هیچ کاری به بقیه داستانا نداره، به این ربطی نداره، این موضوعش نیست، موضوعش این که چجوری پول بیشتر بسازه. این رو تبدیل کردم به ناجی ملت ایران، در حالی که ما رفتارش رو دیدیم در دوره حکومتش نسبت به ایران دیدیم. تنها کاری رو که با فشار اسرائیلیا انجام داد زدن قاسم سلیمانی بود و سلام، اونم با فشار اسرائیلیا این کار کرد.
بگنه در سایر موارد بهشون میگفت بگن با من معامله کنیم، این چه خوب شیرینه، شما هر کاری میکنیم من هیچی نمیگم، ببین چه خوبه. و بزرگا اینو به عنوان ناجی معرفی کرده. حالا این روزا در آمریکا یه کمیته تحقیقی به وجود اومده، مجلسین آمریکا یه کمیته‌ای درست کردن برای تحقیق در مورد 6 ژانویه، اتفاق بزرگی که ثبت شد در تاریخ جهان، 6 ژانویه سال 2 پیش، که به تشویق آقای ترامپ یه عده اعتراف دادن برن مایک پنس رو اعدام کنن، بکشن، برای اینکه این تن نداد به ماجرای دروغ ترامپ. هر شب دارن اسناد رو میکنن که اینا میدونستن، همین خود ترامپ هم میدونست که انتخابات رو باخته و به دروغ میگفت تقلب شده، ایتالیایی ها یه ماهواره ای آوردن که از طریق اون ماهواره میتونن ماشینای انتخابات رو تغییر بدن، نتایج انتخابات رو از ترامپ بدوزن بکنن به نام این یکی. دعوایی که بین پنس و ترامپ از 2 پیش از این آغاز شده، برای اینکه اون بهش میگفته که از نوامبر بالاخره به اون میگفته برو به نفعمون نیست، برو نتیجه رو تغییر بده، تو میتوانی بگی فلان رفته به یه گروهی گفته که تو دادگستری که به بار و ویلیام بار و اینا که برو بگو که بله انتخابات احتمال این که تقلب تو انتخابات هست وجود داره، تو کافی شما فقط وزارت دادگستری یه هم چیزی رو بگه دیگه، بقیهش با ما وقت دوستان ما در حزب جمهوری خواه در مجلسین، یعنی قوه قضاییه، بگه انتخابات درش جای شک است که تقلب صورت گرفته، بر اساس این قوه قضاییه که این رو میگه، قوه مقننه که قوه قانونگذاره، وقت میرن قانون رو درست میکنن که بله بر اساس این که اون قوه قضایی اینو گفته ما انتخابات رو منحل لامکا باید بکنیم، قانون به ما قانون جدید درست میکنیم تحت این عنوان. اینا رو اسنادیست که منتشر شده راجب شرف میزنن. اصلا من به داستان ترامپ کاری ندارم و به اینا اصلا به ما ربطی نداریم، موضوع مردم آمریکاست. اما بیای بگی که معاون ترامپ، ترامپ به عنوان ناجی ملت و معاون ترامپ رفته با خانم مریم بانو گفتگو کرده، معاون ترامپ در گفتگو با مریم رجوی و مریم رجوی در گفتگو با معاون ترامپ، معاون ترامپ در این گفتگو گفت من به عنوان معاون ترامپ به شما میگویم، هی داستان رو بچرخونی رو معاون ترامپ، کلمه ترامپ رو تکرار کنی به عنوان ناجی، اینجا شما میبینی که به قول یارو هیچ کس نیومد بگه که شما چرا دارید چی رهبر تراشی میکنید. اما راجب رضا پهلوی گفت هفته پیش مفصل راجب این که من جز کسانی بودم که اون مطلبی رو که آقای نوری علا نوشت تحت عنوان جمعه گردی های اسماعیل نوری علا و رضا پهلوی رو به عنوان سرمایه ملی معرفی کرد، همون موقع هم چقدر داد و بیداد کردن فلان بهمان، من جزو کسانی بودم که این مطلب رو باور دارم که رضا پهلوی سرمایه ملی است. اما همیشه گفتم خود شخص رضا پهلوی اون رو نداره متاسفانه، این دوتا مطلب کاملا مجزایی از همه، یکی باور مردم، یکی خود اون جنسی که مردم بهش باور کرده اون جنس نیست متاسفانه. و میبینیم و دیدیم و باز هم دیدیم که رضا پهلوی دوباره اومدن یه 12 سازمان سیاسی اعلامیه داد که شما چه نشستید که بله
این 12 سازمان سیاسی حمایت کردن، بعد معلوم شدش که قلابیه. حتی این کاوه که این روزا اوردیمش معرفیش کردیم به مردم، بعد در اساس کارهای خلاف که انجام داد و اینکه خودشو هرگز معرفی نکرد که کیست چیز، بهش گفتیم آقا خداحافظ، تا یه جایی ما میتونیم با تو بیایم، اونجا بعد دیگه با تو نقایم من، فکر نمیدونیم تو کی هستی کی هستی. نمیشه یه آدمی پنهان باشه، پشت چهره قایم باشه، نه اسمشو بدونی، نه صداشو بشنسی، نه تصویرشو بدونی، این کیه؟ با اجنه که نمیشه کار کرد که. شده مجیزگوی شینشی، یکی اون از این میگه، یکی این برای اون مینویسه. حتی او در همین مردم ریپورتش به نحوی از زنها می نویسه که در تایید نظر آقای همایون، تعداد فالوورهای هر کدوم از این تشکل‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی رفته اینو پیدا کرده. خب این شازده همش در حال تقلب کردنه. ببین عزیز من، چند سال پیش، سال 2012 بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، این شورای ملی ایرانیان رو درست کرد. همون موقع گفتم آقا این آقای تقی‌زاده که سنگ این شورا رو به سینه میزنه، این آقای نوری‌زاده که سنگ این شورا رو به سینه میزنه، این آقای میبودی که سنگ این شورا رو به سینه، چرا اینا هیچ کدومشون نمیرن اونجا امضا کنن؟ یه امضا میخواستی که اسمتو فقط بذاری. چرا مادر ایشون نمیاد؟ بعد از اینکه اینو ما تکرار کردیم، بالاخره شهبانو تصمیم گرفت که بره از پسرش حمایت کنه. نفر هم چندومی بود، در حالی که بعد این جزء نفرات اما اوایل باشه، 10 تا 20 اول باشه، نبود. اونا که اصلا نیومدن، تقی‌زاده، نمیدونم نوری‌زاده، نمیدونم میبودی، اینا همین شینشی، هیچ کدوم اینا نیومدن امضا بذارن پای اون بیانیه. اون هفته هم گفتم هیچ کاری نداره، شاهزاده آسونه. به جای این جنگولک‌بازی ها یه 7-8 تا آدم رو معرفی کنه به عنوان شورای نمیدونم برانداز، شورای نمیدونم انقلاب، هر چی اسمش میذاری، شورای رهبری، هر چی اسمش میخوای بذاری، بعد بگه مردم هر چی این شورا گفتن نظر منه. نه مثل مهندس بازرگان وقتی داشت کاوینش رو معرفی میکرد تو همون انقلاب، گفت اینایی که من معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن، که گفتن آقا مرد که تو این همه سال تلاش کردی که حکومت پهلوی رو بندازی خودت حاکم بشی، حالا که اومدی مصدر قدرت نشستی 10 رفیق نداری بذاری سر کار، هیچ کادری رو پرورش ندادی برای این کار. خیلی عجیبه، واقعا عجیب غریبه. شاهزاده رضا پهلوی میتونست این کارو بکنه، نه اینکه بره دنبال یه مش جغل پقله. ما گرفتاریم، ببین یاری که به من ایراد گرفتی که شما چرا آگهی یوتیوب آگهی پخش میکنی روی برنامه ها، من کاری دارم انجام میدم، که آگاهی رسانیه،
نبیام بگم آگاهی، نبیام بگم تخمق امروز تو ایران شد 3.5 تومن. برای اینکه این اصلا نه موضوع منه که تو خارج کشورم موضوعه برام، نه اونی که داخل ایرانه این براش موضوعه. برای اینکه اونی که داخل ایرانه خودش هر روز میره در بقالی میدونه قیمت تخمق چنده، نیازی نیست من بهش بگم از اینجا خرج کنم اینو بهش بگم. این همه هزینه دلار خرج میشه که یک کاری انجام بده، یه آگهی برسونه به مردم. اما یه عده هستن این وسط که اینا نونشونو از بدبختی مردم به دست میارن، از اینکه شرایط ایران همین وضع بمانه. یه رضا قصاب بود تو لندن، اونایی که انگلیس زندگی میکنن میدونن داستان رضا قصاب. یه بقالی لوکس بود در لندن، همه میرفتن در دکونه رضا قصاب، هم گوشت میخریدن، هم نخلوبیا میخریدن، هم نان سفره هفت‌سین میخریدن، هم آجیل چهارشنبه سوریشون میخریدن، همه چیز خلاصه میشد به دکونه رضا قصاب. یه بار این رضا قصاب اسپانسر برنامه هادی خورسندی میشه و هادی خورسندی میره رو صحنه میسته و میگه که مردم، این رضا قصاب که اسپانسر برنامه منه از زمره کسانیه که نمیخواهان تغییر شرایط وضع موجود نیست، بنابراین بذار اینو گوشی رو نگه دار. چون اگه در ایران انقلاب بشه رضا قصاب هم وضعش خراب میشه، مردم دیگه نمیان از این خریدگاه، مردم برمیگردن ایران، این مال چندین ده سال پیشه. حالا یه ده اصلا مثل رضا قصاب هم نمیخوان تو مملکت تغییری صورت بگیره و اینا این شرایط مردم و فلاکت مردم رو ترجیح میدن برای اینکه نونشون رو از این را در میان. اینا چه موجودات رذل و پلیدی میتونن باشن؟ بفهمین شما تا ما بشنویم مطلب شما رو هم. بنده بفهم. الو سلام. سلام کمال هستم، امیدوارم که سلامت باشین، حالتون خوب باشه. خیلی در مورد بفهم. آقای رضای پهلوی میگین یک جمله هست در تاریخ ثبت شده و در برهای متفاوت در کشورهای متفاوت از نظر زمانی تاریخی ثابت شده. میگن وقتی که یک ملت امیدش را از آینده به دست میده به گذشته خودش چنگ میندازه. شما میگین، خیلی ها میگن رضا پهلوی سرمایه فلان. شما کارهایی که این آقا در این 42 سال در خارج از کشور کردن که به نفع ملت ایران باشه رو اگر بتونین لیست بکنین به یک هیچ مطلق میرسید. یه زلزله میشه آقا میاد دو چه کلمه حرف میزنه، یه جا نمیدونم ظلم میشه کارگران میان بیرون آقا میاد دوباره یه ذره بیانیه، دوباره توی منطقه ای چه میدونم مردم میریزن بیرون حقشونه، تو کارگرها گرونه، آقا میاد یه چیز معلوم نیست. در این 40 سال این آقا یه کار مثبتی که از نظر سیاسی مثمر ثمر برای ملت ایران باشه را نکردند. ایشون به هیچ وجه دست دراز نکردن جلوی یک تعداد زعما، یک تعداد از اون کسانی که سیاسی هستند، یک تعداد از نیروهایی که مطرح هستند چه در ایران چه در خارج از کشور، یا به طرف مردم ایران که بگن برنامه من اینه، بشینیم همونطوری که شما میگین یه شورا، یه اساسنامه، یک برنامه تدوین شده درست بکنیم و به اطلاع مردم ایران برسونیم. ایشون برنامه‌شون برای
رفتن به ایران و ایران رو به اصطلاح خودشون آباد کردن چیه؟ تا به حال یک چه میدونم یک صفحه نوشتن چند تا ماده توش باشه که اینها فعلا کارهاییه که ما به محض رسیدن به قدرت باید انجام بدیم. داره آیا داره. من برات میگم ایشون بس خودش داره، واسه این ملت ایران نداره. نه داره ایشون... من برات میگم آیا ایشون در این 40 سال نیروهایی را، تودهی را، ملتی را، یک تشکیلاتی تا به حال سرهم کردن که مردم به این آویزون بشن بگن چشم آقا این هست ما دنبال ایمش؟ هر موقع یه موضوعی پیش میاد دو تا کلمه میگه، چهار تا جمله میگه. این آقا اصلا سیاسی نیست. ایشون اصلا من نمیدونم به چی میگن سرمایه. کدام یکی از رهبران بزرگ دنیا ایشون رو به رسمیت میشناسه که یک سرمایه است؟ اصلا در کدام محفلی از دنیا ایشون رو شازده یعنی چی؟ کدوم سلسله ای تو ایران پدر بزرگش با انگلیس ها میارن؟ پدرش هم 28 مرداد انگلیس ها با امریکایی ها میارن بعد این سرمایه ملی میشه؟ کدوم سودمانی رو تو ایران شما سراغ دارین که دو تا پادشاه داشته باشه دو تاش ایران با کودتا بیان؟ سرمایه ملی کدوم یکی؟ در ضمن اگر میشد از سازمان مجاهدین خلق پرسید که شما چند صد هزار دلار به آقای پونس دادین که بیان پشت میکروفون نیم ساعت حرف بزنن. موقعی که تو فرانسه بودم من این آقایون مجاهدین تو خیابون میگشتن همچون به اصطلاح پتیسیون امضا میکردن که فنال سراتور رو فلان نمیدونم نماینده و فلان وزیر سابق رو ما دعوت کردیم قرار بیا صحبت کنیم. یکیشون که بریده بود با ما صحبت میکرد میگفت خیلی خرج میداره برمی داره یه دونه اینا بیان 500 600 هزار دلار 340 سال پیش تو فرانسه به یه نیمچه وزیر میدادن که واسشون بیاد نیم ساعت صحبت بکنه. مجاهدین نه وزیر کار، نه کسی که تو دولته، نه یه وزیری که مثلا مستعفی بوده، یه سناتور قبلی، یه کسی مثل همه آقای پونس که الان به قدرت نیستن. من امیدوارم که موفق باشین. خیلی ممنون از اطلاعاتتون. قربونت برم. مرسی. حالا من توضیح میدم، ادامه میدم، یعنی در حقیقت فرمایشات شما رو، و اگر به من اجازه بدی برات میگم. اولا من هفته پیش گفتم آقا یک کسی رو تعیین کنی، ایشون یه هیئتی رو اما کسی نمیره کنارش وایسه. گفتم اون یارو شورای ایرانیان ملی ایرانیان همون موقع ویدیوهاش هست، هی گفتیم بچه رو نمیری امضا کنی آقای نوری زاده؟ شما که این حرفا رو میزنی، آقای تقی زاده، چه آقای میبودی، آقای فلانی، چرا نمیرید پاش امضا کنی؟ کسی کنار این نمیره. چرا؟ اینا هم که میبینی رفتن، این یارو کیه اسمش که گفت نگو این شکلیه، آقای مصداقی من گفت نگو، این کیانی و قاسمی، اینا هم پول میگیرن برای این نشریه فریدون، هر شماره که بیرون میاد 5,000 دلار این بهشون پول داده. اون دامون گریز هست، اون گفته 10,000 یورو بده تا بیام، ندی نمیام، برای اینکه اون دور دیده است، اون بلده. همین 12 سازمان سیاسی که اومدن اعلام کردن، شما نگاه کن اینجا، انجمن اتحاد برای آغاز نو، جمعی از اعضای پیشین سازمان‌های چپ، شبکه اجتماعی این گروه را نتوانستیم پیدا کنیم، این کارهای مردم ریپورته. اندیشکده آوای آزادی، این آقای بیژن کیان و دوستان دیگرشون 663 نفرن توی فالوور دارن توی این شبکه های اجتماعی. یه لحظه زبانی
چون برنامه شماست من باید قطع کنم به شما برسم. به یه لحظه بذارم گوشی من بذارم تا بشنوم. بفرم. الو سلام آقای بهوانی. سلام عزیزم. خواستم بگم که این یه سری این آقایینی که اپوزیسیون یا به قول عباس فخری اپوزیشن دائما میگن که این آقای رضا پهلوی باید دوره پدرش رو نقد کنه. منم فکر میکنم حرف درستی میزنن. منم یه لیستی دارم که باید ایشون نقد کنه. اول اینکه بگه چرا اون خرسه این ساواکیان بیه همین چیز ندادن این فرخ نگهدار رو اون خرسه بخوره. میدونی چرا اون خرسه درسته اون خرسه گناه داشت همه حالا اسهال بود ولی از شر این مردک راحت میشدیم رو اعصاب 85 میلیون ایرانی را نمیرم. دومین چیزی که تو لیست باید نقد کنی اینه که چرا این یارو ولی قبیح ارتجاع مغلوب و مسعود رجبی رو همون موقع نفله نکردن. آقا این که الان نفله هست زنده به گور هست خودش هم ضایع کرده. اگه اون موقع نفلش میکردن شهید بود. همین سعید بهبانی هر هفته ویدیو یوتیوب نشون میداد که آقا اگه این زنده بود نمیدونین چی کار میکرد شهید راه آزادی بود. ولی این نفله الان هم نفله من که ای تا دارم از کسی این کار کردم که این دومیش باشه. نه دارم به شوخی میدم. یه موردی هستش که البته ایشون نمیخواد نقد کنه، اونم اگه مثلا این ملی محمدی رو خرسه مینداختن بهش حتما این ملی محمدی به خرسه تجاوز میکرد، برای همین سازمان حمایت از حقوق حیوانات هرگز نمیبخشید ساواکو. یه لیست بلند بالاست. خلاص ایشون باید تمام اینا رو نقد کنه، دوره پدرش و قصورات و و در ضمن یه کار دیگه بکنه. حتما قول بده این فرخ نگهدار رو بدن خرس بخوره. آره والا این کارو باید بکنه. من با تو همراهم. ممنونم از مرسی. اینا واقعا دیوونه. این یارو نگهدار و اون یکی دیدم آخه گفتم اون دفعه که این تلفن من گاهی خود به خود وصل میشه به کلاب هاست. نمیدونم اگه کسی میتونه کمکم کنه که چرا این اتفاق میفته خوشحال میشم یه ایمیل به من بزنه به من بگه چیکار کنم. اما دیدم خب داشت این آقای مراد ویسه حرف میزد با آقای تایزاده. تایزاده معلومه ریشهش پیداست، از اون خانواده طریقت بودن، چلوکهابی طریقت، نمیدونم کاروان هرج طریقت، آج قدرت تو میدون بارفروش بود و کارشون این بود، میدونی بودن. بنابراین اینا ریشه در همین آخوند و آخوند و آخوندی دارن. فرخ نگهدار رو نمیفهمم، اونو واقعا نمیتونم حل کنم برای خودم بفهمم چی میگه این وسط. البته معلومه وقتی که اون یارو چیه پاساژ ایران زمینه اسمش چیه اون که داره شرکت کیسون علی انصاری و بانک نمیدونم فلان و ونزوئلا و همینجایی که الان موضوع بحث هست که اون یارو مظاهری بود که رئیس بانک آقا رئیس بانک مرکزی یه پست مهمه در دنیاست. تو آلمان گرفتنش یه چک 70,000 دلاری تو جیبش می‌گفتن این چیه؟ گفت این دارم میرم حقوق کارگر رو بدم. اونجا نه شرکت ساختمونیه. من یاد مشرمزون افتادن تحصیلدار شرکت، یه موتورگازی هم داشت و هی میومد پاکت ببره بیاره بره پست بره بانک بره این و این نامه رو بره اونجا نامه رو بره اینجا. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی شده بود تحصیلدار این دایی آقای نگهداره. پسر ای زنش اینا دائما میرن ایران میان. نه اینا که قابلیت ندارن. داشتم اینو برات میگفتم. این گروه هایی که این درست کرده از خودش در ور کرده، جبهه ملی نامه داد که آقا جبهه ملی ایران برون مست، شبکه اجتماعی این گروه را نتوانستیم پیدا کنیم. ایران چن شبکه اجتماعی این گروه را نتوانستیم پیدا کنیم. اتحاد برای آغازی نو شبکه اجتماعی این گروه را نتونستیم پیدا کنیم.
این تا اینجا این سه گروه از این 12 نفر کوچندگان اتحاد مردم ایران برای دموکراسی شبکه اجتماعی این گروه 4 تاش که اینجا رفت این 12 تا. یه سومش برید نهاد مردمی یارو معلوم یه آدم قلابیه بابا این کیه؟ یه موقع میخواسته ایمان ایشان خواننده بشن دهه 80 دوره خوانندگی بود هر کی من خواننده میشد اینجا کجی یه فیلم ویدیو از باسن زنا میگرفت و اونم روش یه جقبقی میگفت و همه قاسمی هم شوش اجرا میکرد میشدن خواننده. ایمان ایشان اومدن بشن خواننده نگرفت. دهه 90 رفتن یه چیزی درست کردن تو همین ایرواین اورنج کانتی جنوب کالیفرنیا کلاب اکس افتر پارتی اینجا ساعت 1 شب 12 شب تازه ما چراغ باز میکنیم در رو باز میکنیم مردم بیان تو کلاب اکس درست کردم. کلاب اکس معلومت اسمش چیه؟ فاشخونه. بعد یه مرتبه دید نه این توش نیست اومد رفت شد نمیدونم تلویزیون درست کنه نمیدونم فلان درست کنم و اینا. بعد یه رفت گفت نه بیام نهاد مردمی پولاتونو بدیم به ما. اینا کیان؟ بفرم. الو جاقه بمانی بفرم. آشان خوبه؟ ممنونم بفرم. آقا این دو تا نفر قبلی که من صحبت کرد که آدی صحبت که چه هست من زیر پر کرد این نه دیگه اینجوری حرف نزن داخلی. ببین اگه یکی هم بیاد راجع به تو اینجوری حرف بزنه خوبه زرت و پرتی نبود درست حرف بزنی یاد بگی. مسئله مهمیه بابا چرا به شوخی میگیریش؟ چرا مسخره میکنی؟ این موضوع بسیار بسیار مهمه. بابا اینو جدی بگیرید. بهت گفتم که یه عده آدم ها هستن آدم های مشاهیر ما بزرگان ما نویسنده همین نامه‌ای که برای همین آخری که شاهزاده رضا پهلوی از خودش منتشر کرد ببینید اون نویسنده اون نامه کیه. اینا کسانی هستن که نونشون تو درد مردم ایرانه. آخه میشه هم چیزی؟ این از مردشوره بدتره. درسته که مردشوره دعا میکنه مرده بیشتر باشه تا اون که کار اون خوب بشه رونق پیدا کنه، اما مردن یه چیزیه که دست کسی نیست. اما این اتفاقی که تو مملکت من داره میفته دست من و توه. من و تو باید بریم یه کاری کنیم نجات پیش بدیم به جای این گروه ها شبکه فرشگر تقلبی که نمیتونیم آقای پهلوی این کارها رو انجام بدی. بری اینا رو برداری. میفهمم گفتم کسی نمیره که آدمی که یک ذره سواد داشته باشه نمیتونه تحمل کنه اینو. پسر آقای فروغی و همین آقای آهی این دوتا قرار بوده معلم ایشون باشن نتونستن. گفتن این اصلا بازیگوشه این اصلا گوش نمیده پدرش خواسته بود که اینا تعلیمش بدن نتونستن. بفرم شما بفرم. الو آقای بهبهانی بفرم. میکایل هستم حال شما خوبه؟ قربانت میکایل عزیزم بفرمایید در خدمتم. عرض میشه حضورتون که باز زنگ زدم یه حال احوال ازتون بپرسم. خیلی لطف کردید. بعدش هم من میخواستم یه مشکلی من دارم. وقتی که من سایت شما رو باز میکنم لایوش میگیره، یعنی میتونید یعنی گوش بکنید یا ببینید، ولی یه زای پایین تر که میرید اون برنامه ها رو اصلا نمیشه بازشون کرد.
مجبورید برید تو آرشیو، بعد از آرشیو باز بکنید. من فقط خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که یکایی اگه امکان داره انجام بدید. بسیار خوب، خیلی ممنونم. بذار یه نگاهی تا هستی اینجا انجام بدم ببینم که آیا من و شما روی خط هستیم یا نه. میفرمایید که این رادیو تلویزیونه کار میکنه؟ خیلی خوب، این است. بله بله، لایو کار میکنه. بله خیلی خوب. بعد میریم پایین، وقتی بزنیم رو اینا، اینا باز نمیشن؟ نه، هیچ کدومشون باز نمیشه. اوه اوکی. این میگم این به خاطر اون اتفاق بعدی بود که افتاد و اون عزیز من از دست دادم، همه چیز به هم پاشید و خیلی مکافات برام. ممنونم از این که اینو بهم تذکر دادی. برای همین باید اونایی که میخوان نگاه، اونایی که میخوان نگاه بکنن، بعد برن تو آرشیو بزنن تا بتونن نگاه بکنن. ممنونم از این. حرف آخرم اینه که شنوندگان و بینندگان که خاموش هستن، میخوام که دست و جیب بزرگشون بکنن و همکاری و همیاری رو برای این تلویزیون، رادیو تلویزیون انجام بدن. ممنونم از این. امیدوارم که یارو نامه داده بود، فوش داده بود که شما چرا آگهی میذارید، پول در میارید از این راه. نمیدونم چی فهم میکنه، حالا مثلا یوتیوب مایی $10,000 با ما میده. نه بابا، این خبرها نیست، این دروغایی که میگن. شما هر برنامه که یوتیوب نگاه بکنید کامرشال ده که چی بشه. اگه دوست دارید نگاه بکن، دوست نداریم نگاه نکن. با. حالا غیر از اون شما میتونید اگه خیلی ناراحت این داستان هستیم، برای اینکه نشون بدیم که ما واقعا جیب ندوختیم برای شما، برو فایل صوتیشو گوش بده، اونجا که دیگه آگهی نداری که. صوت بشین گوش. نمیخوای که نمایش دیوید کاپرفیلد تماشا کنی که یکی داره حرف میزنه، خب گوش میدی دیگه، چه فرقی برای تو میکنه؟ کاملا درست. ممنونم از روز خوبی داشته باشی. سپاس گزارم. تشکر از شما. ممنون از کمکات. مرسی آقای خواهش عزیزم. مرسی. خواهش نکردیم. مرسی. برای آزادی میهنه. قربونت. مرسی آقا. خیلی ممنون. مرسی. خداحافظ. ممنون از همه مهرت. بفرمایید شما. سلام و درود بر شما آقای بهبانی گل. لیلا هستم. لیلا جان در خدمتم، بفرمایید. نه خواهش میکنم، اولا خیلی خوشحالم که صدای آقای میکائیل رو بعد از مدت ها شنیدم. آره خب این گرفتار ساعت برنامه ما بهشون نمیخوره، اینا الان سر کارن همه، بنابراین خیلی برای زحمته که این ساعت ها دوستان با من میگه. ممنونم از برام. خیلی خوشحال شدم صداشون رو شنیدم. حتما. در ضمن خواستم بگم خسته نباشید برای همه کارهایی که میکنی. ممنونم ازت. با یک دنیا سپاس. خدا نگهدارت. قربانت برم. مرسی عزیزم. مرسی. برای میکائیل مثلا از عاشقان ایرانه، برای اینکه قبل از اینکه مثلا ما رو بشناسه اینجا بیاد، زنده یاد سعید قائم مقامی رو حمایت میکرده، کمکش میکرده و خیلی خیلی تو برنامه های فان ریزینگ های اونا همیار بوده، کمک میکرده. امیدوارم که سلامت باشه و خوش باشه و اینها، ولی از بعد حادثه، از وقتی که با ما آشنا شد، همه داستاناش تغییر کرد و اتفاقاتی براش افتاد که خیلی زایه بود. بنابراین اون همدلی رو که میخواست داشته باشه و کمتر داره. برگردم به موضوع. عزیز ده ببین، بذار اینا رو بهت نشون بدم تا ببینی که داستان از کجا خراب میشه. مهدی اصلانی توی کانال تلگرامش نوشته برای آنانی که نمیخوانند و قرار نیست بخوانند، نوفاشیسم محترمانه ترین مفهوم برای این دو تن است. یعنی تصویر سعید قاسمی نژاد و کیانی رو گذاشته و نوشته نوفاشیسم محترمانه ترین مفهوم برای این دو است. قاسمی نژاد هنوز نیامده، وعده ایجاد شورای نگهبان میدهد، میگه از الان باید اجماعی از نخبگان درست کرد
برای گنجاندن اینها در قانون اساسی. عرضه کیانی میگه یعنی قائل به این هستی که باید یک حد و مرزهایی برای فعالیت‌های سیاسی هم گذاشت. درست میگم؟ قاسمی نژاد میگه باید عقل سلیم و حکمت عملی داشت. حالا عقل سلیم نزد کیه؟ حکمت عملی افلاطونی ما داریم تو کیسمون؟ یا خودشونو میگه شاید؟ خیلی فاجعه است. باید عقل سلیم و حکمت عملی داشت. اینو قاسمی نژاد. حالا این جمهوری اسلامی سقوط کرد. وضعیت مشابه وضعیتی است که ما در اواخر دوره قاجار داشتیم که رضا شاه آمد. آیا عقل عملی حکم میکند که شما بگویید فاشیستا، تجزیه طلبها، اسلامگراها، کمونیستای انقلابی باید حق داشته باشند؟ باید آن چهار گروه که گفتم را از نظام سیاسی حذف کرد. هنوز اینا هیچی نیستا. هنوز اینا 5000 دلار میگیرن نشریه فریدون تولید کنن دور پر 11 سازمان سیاسی. جبهه ملی جیغش در اومد که آقا ما که همچی حرفایی زدیم، اصلا همچی چیزی ما نداریم. اتحاد ملی، جبهه ملی خارج کشور، برون مرز و فلان، اینا چی از خودتون درور میکنید؟ این آقا هم که تو سایت مردم ریپورت 4 تا از این 12 تا رو گفته توش خالیه، هیچی توش نیست. باید هم 4 گروه را که گفتم را از نظام سیاسی حذف کرد. حرف من اما این است که از الان باید اجماعی از نخبگان درست کرد برای گنجاندن اینها در قانون اساسی. یادت فخرآور یه دوقهی دوره رضا پهلوی بود، اونم دیگه نمیره. میگه بعد از جمهوری اسلامی، اینو بابک مینا گذاشته، بعد از جمهوری اسلامی اولویت دولتی که به سر کار میآید بازسازی اقتصادی کشور، ترمیم و اصلاح نهادهای پایه و پاسداشت حقوق اساسی افراد باید باشد. در دوره حداقل 10 ساله انتخابات بازی به سبک افغانستان و عراق نتیجه جز فاجعه نخواهد داشت. نباید اجازه دهیم این چپ ها و لیبرال ها یک بار دیگر کشور را با انتظاراتشان به فنا ببرن. یکی هم یه عکسی گذاشته بود، حتما دیدی، از شاهزاده که داره از پله های هواپیمای ایر فرانس میاد پایین، کنارش سعید سکویی و کیانی و قاسمی نژاد، هم پشت سر شهرام و همایون و سعید سکویی و اون یکی بود که توی با ما بود توی رنگارنگ، اونم خودش یه کرکتری بود. وزیرش نوشته که اینجوری که نمیشه زرتی از سیاره بیای پایین، یه پیش درآمد جا مونده، باید اول عکس تو تو ما ببینیم. طرف قبلی هم همه این مراحل رو طی کرد. این عوض ما هفته پیش و این که گفتیم که شاهزاده باید یه سازمان سیاسی رو معرفی کنه، یه عده‌ای رو معرفی کنه، اونا کارو دست بگیرن، ولی کسی نمیمونه کنار ایشون. چرا؟ اینا با اینا، با فخرآور و با جوانمردی، و دیدی جوانمردی چه سینه میکوبی، چجوری و دشمنش شد؟ چرا این اتفاق میفته؟ بریم سر یه موضوع دیگه، موضوع ماجرای طائب. طائب که بود، چی بود، چه اتفاقی افتاد؟ و من فکر میکنم که این صحبتهایی که مراد ویسه مطرح کرده مطالب درستریه.
مهمترین می نویسه که مهمترین دلیل برکناری حسین طاهر ریاست سازمان اطلاعات سپاه را می توان شکست های زنجیره‌ای سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تحقیرهای آنها در برابر سرویس های اطلاعاتی رقیب از جمله سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا دانست. در سالهای اخیر سرویس‌های اطلاعات خارجی در دو نوبت موفق به انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز شدند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس با همکاری اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت. می‌بینی که اسرائیل رو اینجا پررنگ می‌کنه. یعنی بدون اگر ترامپ سلیمانی رو زد، یعنی اسرائیلی‌ها زدن. ترامپ هیچ قدمی برای ملت ایران بر نداشت. ملت ایران چی؟ برای ملت آمریکا بر نداشت، چه بزن ملت ایران. ولی اون رزلها هی بنویسن معاون ترامپ، معاون ترامپ، یارو بده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگیره، خودش معلوم نیست کیه، راجبه یکی دیگه داره حرف میزنه، مسخره است با، واقعا مسخره دید. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس با همکاری اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و همراه با ابو مهدی مهندس فرمانده ارشد هشت شعبی عراق کشته شد. الان یه خبری دوباره بولد شده اومده بالا که بله، این که مقتدا سعد از مجلس عراق استعفا داد، نیروهاشو کشید بیرون، طرفدارای جمهوری اسلامی وارد مجلس عراق شدن. درست. نتیجه آن که عراق بی دولته، اون طرف صفه در لبنان، در سوریه، لبنان جاده فرودگاه رو که عکسای ابو مهدی مهندس و این یارو چی بود قاسم سلیمانی اینا رو همه رو نابود کردن، کندن، عکس خمینی و خامنه‌ای اینا رو برداشتن. این که این یارو داره میره تهران، جوز بورل داره میره ایران، برای اینکه اون یارو روسیه رفته بوده، وزیر خارجه روسیه رفته بوده تهران، بهشون گفته برید دنبال این مسئله رو حل کنید، ما نیاز داریم یه در باز باشه، تحریما برشش، ما بتونیم از طریق شما تحریما رو دور بزنیم، چون دارن از تجربه اینا استفاده میکنن برای دور زدن تحریما روسا. گفته آقا برید این با اینا کنار بیایید هر جوری هست. پیشنهادی هم که داده بودن این بوده که سپاهو اگه بر نمیداری حداقل این گروه محمد و کی اسمش پایگاه محمد رسول الله رو اونو آزاد کن، اونو از تحریم در بیار، که تمام کارهای اقتصادیشون از طریق اون انجام میشه، که فرماندهش همین سید محمد بود. ولی من فکر نمی کنم این برجام به جایی برسد. روز اولم گفتم هنوزم به سر حرف خودم محکم وایسادم، فکر نمی کنم که اتفاقی بیفته. اما برگردم به موضوع آقای مراد ویسه. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس با همکاری اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت، همراه با او ابو مهدی مهندس فرمانده ارشد هشت شعبی عراق کشته شد. اسرائیل همچنین موفق به سرقت اسناد از ایران در ترقوزآباد شد که در 32 گاف صندوق نگهداری می‌شدند. 8 دانشمند و مسئول برنامه هسته ایران ترور شدند و در بالاترین صدر محسن فخری‌زاده مسئول بخش نظامی برنامه هسته ایران ترور و کشته شد. در ماهای اخیر هم سرهنگ صیاد خدایی از مسئولان ارشد واحد 840 نیروی قدس در تهران ترور شد. از طرف دیگر اسرائیل مدعی شده یه عامل نیروی قدس سپاه را که قصد داشت یک دیپلمات اسرائیل را در ترکیه، یک جنرال آمریکایی در آلمان، یک روزنامه‌نگار در فرانسه ترور کنند در تهران مورد بازجویی قرار داده. مجموع این اقدام‌های سرویس‌های اطلاعاتی رقیب در درون خاک جمهوری اسلامی باعث شد طرفداران جمهوری اسلامی در سطح افکار عمومی فشار شدید بیاورند که چرا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی به این اقدامات نیست. جمهوری اسلامی در موارد تلاش کرده بود که اقدام‌های مشابهی علیه اسرائیل انجام دهد.
تلاش برای بمبگذاری در تایلند به یه فاجعه منجر شد، چون بمب در دستان بمبگذار منفجر شد. در قبرس تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن یک میلیاردر اسرائیلی با هشدار به موقع سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به این تاجر ناکام ماند. در هند نیز بمبگذاری در مقابل ساختمان دیپلماتیک اسرائیل فقط به شکست شدن شیشه سه ماشین و زخمی شدن دو یا سه نفر منجر شد. بنابراین در شرایطی که اسرائیل موفق شده در درون خاک ایران مجموعی از اقدامات را انجام دهد، جمهوری اسلامی نتوانسته اقدامات متقابلی انجام دهد. این وضعیت فشار برای تغییر مسئولان ارشد سرویس‌های اطلاعاتی را بالا بود. این فشار حالا بر کناری رئیس ساس، سازمان اطلاعات سپاه منجر شد. حسین طائب رئیس برکنار شده سازمان اطلاعات سپاه یا همون ساس، دست کم به دو دلیل به یکی از مهمترین بازیگران سیاست داخلی در ایران تبدیل شده. دلیل اول، رابطه شخصی محکم او با مجتبی خامنه‌ای، سیاسی ترین فرزند خامنه‌ای بود که نقش پشت پرده اما مهم و گسترده‌ای در معاملات قدرت، در معادلات قدرت در ایران دارد. و این نقش مجتبی خامنه‌ای از نظر اکثر جریان‌های سیاسی و بازیگران چهره سیاسی مؤثر در داخل ایران مسلم فرض می‌شود. تبدیل شدن حسین طائب به یکی از قدرتمندترین بازیگران در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، اراده رهبر برای تبدیل سپاه به عنوان مهمترین نهاد جمهوری اسلامی بعد از رهبر بود، اما حالا حتی او هم که یکی از ارکان سرکوب مردم معترض و نگهدارنده نظام در برابر خطر اعتراضهای بزرگ ضد حکومتی بود، از کار برکنار شد. بفهم آقای رش. آقای بهوانی سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. شما قربانت برم. بفهم. کوچیک شما. آقای بهوانی این داستان طائب بودی طور که من شنیدم، این میگفتن این ماجرای توریستایی که رفته بودن ترکیه از اسرائیل اینا، دولت بهشون میگه که حتی از ابری حرف زدن خودداری کنن، یه تیم از تهران اعزام شده که توریستا رو، توریست اسرائیلی رو تو ترکیه بزنه. آره آره. بعد اینا هنوز نمودن تو ترکیه دستگیر میشن، همین دارو دسته. آره میزنم. آره عزیزم. آره ممنون. مثلا شاهزادهن قربان، میخواستم یه، البته با اجازه شما بفرمایید، پیش کسبت ما هستید. بفرمایید. من توی موندم آخه این بیچاره باید چه کار بکنه که مثلا مورد همه یه عده آدم متخصص معلوم معین، نه از این جزقلاها، نه از این قلابی ها. آره. آدم های متشخص وجه المله رو جمع کنه، یه دادازند و آدم رو بگه آقا اینا هیئت سیاسی ما هستن، اینا کار درست رو انجام میدن، هرچی اینا بگن حرف منه، همین ساده است. ولی پیدا کردن اون دادازند نفر که حاضر بشن برن زیر قبای این بچه‌ای که هر دقیقه میزنه زیر میز بازی، از یه بوسه بازیگوشی میکنه در میره، میره اینوری اونوری، خیلی سخته. تجربه نشون داده که آدم ها حاضر نیستن برن کنارش قرار بگیرن، مشکلش اونجاست. ممنونم. بذار یکی دیگه از بذار اونو جواب بدیم بعد برمیگردیم به شما. اینه خوش کنه آقا، فقط من بخاطرم اینه فخرآور میگه که من خون رضا شاه تو رقم خب اون که مزخرف میگه اسمشو میاره حالم بد میشه. خیلی ازت من قربان شما دارم. قربان اون که مزخرف میگه با اون دروغوی بزرگه با اون که اصلا قابلیت این حرفا رو نداره. اول میگه ما هیچکی نیست، من بابام یه گروبان نیرو هوایی بود، هیچی نیستیم، هیچ نه آشنایی داریم، نه کسی داریم، نه فلانی داریم. بعد یه ها اومد گفت من نمیدونم یه فامیل دارم، فامیل رضا شاه بوده. بعد اومد گفت اصلا من خودم هم. بفرمایید شما. الو آقا بهوانی. بفرم. سلام عزیزم. آقا این مجاهدین خلق میخوام بیان که مثلا فردا ایران رو براند کنم بگردونم، اینا اول باید بیان تحکیلش تو دادگاه معلوم بکنن که موقعی که جنگ بود رفتن با صدام حسین دست به گردن هم انداختن، هموطنهای کرد ما رو کشتن، حالا بخوام بیان جا بخوام چیکار کنم؟ اول بیان کرد بیان دادگاه تحکیلش معلوم بکنن که کی هستن، بعد مردم بهشون رای بدن.
دومی که این اینا که همه مثل مجاهدین و چپی ها اینا که طرفدار چین و روس هستن، چرا همه تو کشور اروپایی زندگی میکنن؟ من همینم. از این سوال دارم، من نمیفهمم کشور اروپایی و آمریکایی ساده. ساده است، خیلی ساده، برای اینکه در همین آمریکا 40 تا حزب چپ کمونیست ستاره سرخ وجود داره نازنین، منتها اونا هیچکدوم پول ندارن. من الان با روزی با هزار تا آمریکایی رفتم، اصلا هیچ کیش کی نمیشه، فقط همین دو تا پرزیدنتو میشناسم. آره، به خاطر اینکه اینا پول دارن و تبلیغات میکنن. ولی نه، اگر وارد مسائل سیاسی آمریکا بشی با آدمایی که سیاسی هستن صحبت کنی، اونا حتما به تو خواهر گفت که روزنامه ستاره ایسو. اینقدر که از چین و روس خوششون میاد، چرا نمیاد تو چین و روس زندگی؟ خب برای اینکه اونجا قابلیت زندگی نیست، خود چیز ساده است. انسان موضوع نیست که مرک خوبسته همسایه. بله، مرک خوبسته همسایه. دست در نگاه بگانی، خیلی برمونه آزد. قربونه دایست. خب بذار یه دقیقه راجع به این حرف بزنیم جان، تو حرفای بی خودی نزن. طایب که بود اصلا چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ چی داره اتفاق میفته؟ برگردیم به عقب. شما بهتر از من اخبار رو دنبال میکنی، دقیق تر از من پی میگیری، سر صبر این کارا رو انجام میدی. من توان اینو ندارم، فرصتشو ندارم، انقدر کارهای اضافه انجام میدم که از اصل ماجرا دور موندم. اما وقتی میریم به شیشه شکل‌گیری جمهوری اسلامی، باید یه درود جانانه بفرستم به رفیق خوبم، دوست بسیار نازنین مردم، دکتر مسعود نقره‌کار، پزشکی که عمرشو وقف مردمش کرده. ما کم داریم مثل مسعود نقره‌کار، مثل دکتر عطای انصاری که اینجا سه‌شنبه‌ها برنامه داره، مثل کامبیز فکری که شاهنامه برامون میخونه هر هفته. ما کم داریم از اینا که برای مردمش، برای میهنش زحمت بکشه. مسئول نقره‌کار یکی از ایناست. وقتی که راجب لاتا و اینها در ساختار نظام جمهوری اسلامی گفتگو میکنه، صحبت میکنه، کتاب 400 صفحه‌ای مینویسه، دقیق ریشه ها رو دنبال کرده. به این روزی که انقلاب شد تو مملکت ما، خب آدم های حسابی دنباله. همین فرخزاد میبینی که امروز راجب شرف میزنی، همین جز طرفداران انقلاب بود. چرا؟ برای اینکه برات خوندم نامه شاه رو. اول برنامه گفتم در فضای باز سیاسی که جاچور شما ملت ایران علیه ظلم و فساد رو پاخستید، نمیتواند این انقلاب مورد تایید من نباشد. من آگاهم که بنا مسائل پیشرفت مملکت با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی ایجاد شود. علیه ظلم و فساد به پا خواستید، همه توش بودن، شاه هم ازوش بوده، خود شاه. اما از اونجایی که آخوندا تو هیئتا میرن، روزخونی میرن، این ور اون ور میرن، هیئتا رو کی درست میکرد؟ تو محله شما کیا هیئت درست میکردن؟ فرق نمیکرد کدوم منطقه تهران زندگی میکردی، منطقه عیونی زندگی میکردی، منطقه گدا زندگی میکردی، هیچ فرقی نمیکرد. از تای شهر تا شمال شهر، لاتا تو چیزه، تو سلطنت آباد، تو اختیاریه، تو این ور، تو اون ور، تو نیاورون، هر جا، تو تجریش، هر جا، هر جا، هر جا، هر جا میرفتی که اگه تکیه چیزی برکار بود، کیا علمدار بودن، کیا میرفتن زیر علم، کتل کی بلند میکرد؟ لاتا. بنابراین آخونده با لاتا ارتباط مستقیم و تنگ و تنگ داشتن.
از طریق لاتا مسئول آمریکا به درستی تشریح میکنه کار خودشونو پیش میبردن. وقتی که میگن روایت هست، میگن اردبیلی رفت سراغ خمینی بهش گفت آقا ما نمیتونیم که مملکت اداره کنیم، ما پیشنهاد مسجد بودیم، چی بریم مملکت و وزارت فلان ما اداره کنم. میگن خمینی اونقدر عصبانی شد دندونای مسجد دهنش افتاد بیرون، گفت برید گم شید، من حکومت رو دادم دستتون، میگه نمیتونی خاک تو سرتون کنم. من خودم یادمه وقتی مثلا تو همین سازمان گسترش و نوسازی و اینا بودم، نه اسمش چی بود خدایا، مال وزارت کشور بود، سازمان گسترش تعاونی ها، یه همچی اسمی داشت، 40 چند سال پیش یادم نیست، تازه از انگلیس برگشته بودم، رفتن گفتن آقا اینجا نمیشه، وزارت خارجه نمیشه، بعد بریم وزارت کشور، ما رو فرستادن اونجا. یه یارو بود اسمش بود سید عربی، این یه داشتی مثل این که داشتم نماینده آبادان بود کجا بود از این حرفا. وقتی رفتم اونجا بهشون گفتم خب آقا خیلی خوشحال شدیم و اینا، حالا دفتر روزنامه و کل اینا رو بیارید ببینیم که ماجرا چیست. گفتن که ما این چیزا نداریم اینجا. گفتم یعنی چی نداریم، یعنی چی؟ گفت آقا اینا مال اصل طاغوته، داش اینجوری نیستش که وایسه دقیقه حاجی شما چی میخواد، اون تیرانه رو اونجا خالی کنید ببرید. وقت این جنگ هم بود دیگه، اینا ستاد بازسازی جنگ هم برده بودن تو دل این آجرها رو برداریم بیارین من این کار رو اون کار رو بکنیم. حالا شما چی میگفتی؟ گفتم آقا این دفتر. گفت دفتر نمیخواد که، اینا با ما اتحاد کردن، ما هم لله اینا رو خرج میکنیم پولا رو، کسی ما کاری نهاره. که امروز دیدی که یه حکم اومده که حسن رعیت، همون یارو که پشت موتور نشسته بود تو 80 اصله میکشیده بود، صاحب نما کارخونه ها بود و فلان و خرم و مرم و اینا رو بهش داده بودن، صندوق نساز خرم و اینا رو تصاحب کرده بود، از کناریای نادر چی بود بابک زنجانی بود، حکم بهش 30 سال زندان بهش دادن، لات بوده یارو، یارو متخصص نیستش که، یه لاتی مثل بقیه لاتا. بریم تو جنگ، این تو ارکان اداری یه مش لات هیئتیا، همون لات و لوتا مملکت رو قبضه کردن. تو دانشگاه تهران یارو شوفر راننده تو بخش خدمات شد رئیس انجمن اسلامی دانشگاه، اساتید بعد دست محمد ملکی، دکتر ملکی و اینا، برای همین دوام نیورد تو دانشگاه، برای اینکه رئیس یعنی یه شوفه، نه رئیس بخش نقلیه، نه حتی اونم نه، که یه آدم لیسانسه بود، نه اونم نه، یه راننده که 6 کلاس سواد داشت، شغلش رانندگی بود، نه اینکه رانندگی بد باشه، نه، ولی راننده نمیتونه رئیس دانشگاه بشه که آخه اینه در. بریم تو جبهه ها، یه مش لات به بچه های مردم تجاوز کردن تو جبهه ها، نمیدونم به نام خدا و الله خودشون عقب وایستدن، بچه ها رو به هم عشق الله و جهنم و بهش فرستادن رو مین و مینا. هست اینا جز سندهای تاریخ مملکت ماست. میگه که مرده چی بود؟ گفتش که اینا در حالی که جنگ بود تو جبهه ها، همشون اومده بودن که برای انتخابات،
بیان تهران که بیان تو کارهای انتخابات و بیان مقام فلان به دست بگیرن، که خمینی باعث شکست همین که گفت تله بود، کربلایی فلان تله بود، همین محسن رضایی جمشه گفت تله بود، خمینی گفت همه شونو بیارید اعدام کنید، رفسنجانی بیناموس گفت نه اینا رو اگه اعدام کنیم آجی دیگه کسی کنار اون وان نمیسته که، خمینی گفت اینا جانی هن، اینا دزدن به در سوختن، گفت نه نه. این لات و لوتا، اون یکی نمیدونم صاحب بزرگترین تراست ایران شد، کارتل ایران، بنیاد مستضعفان، هر چی مؤسسه خوب بود. یه دفعه گفتم رفتم تو ساختمون بخش املاک مستقلات بنیاد مستضعفان، اون موقع ها که برای تعریف میکنن سالای 60 61 تو خیابون میرداماد جردن، نمیدونم حالا اسمش امروزا چیه، اصلا این جهان کودک که میپیچید میومد میخورد به میرداماد، بعد میشد جردن میرفت بالا، قواره دوم، کوچه دومی یه کوچه بود، یعنی یه دونه ساختمون بود کنار خیابون میرداماد، تصور کن ساختمون پشتیش یه کوچه بود، سر نبش یه ساختمونی بود که من از رفته بودم آلمان، برگشته بودم رفته بودم، اونایی که تو آلمان زندگی میکنن حتما میدونن تو فرانکفورت شهر اوپل یه جاییست در کنار فرانکفورت به نام راسلهایم، به قول فارسی بخوای ترجمه کنی میشه خونه آقا رسول. وقتی شما از ایستگاه قطار بانهوف پیاده میشی میخوای بیای بالا وارد شهر بشی، عکس مجسمه آدام اوپل اونجا ایستاده بر یه سکو، یه عصا هم دستشه، لبخند میزنه، دستش به حالت خوش آمده. میگه خوش آمدی، لبخند میزنه، میگه خوش آمدی به شهر ما. این تو ذهنم بود، رفتم اونجا برای کاری، اینها پرسیدم که چه ساختمونیه اینجا، اتاق اتاقا تو هر اتاق میستندلی گوشته بودن، 4-5 تا کارمند تو هر اتاقی بودن، گفتم اونجا ساختمونی، این ساختمون آجورای چیه، سنگ قرمز، مرمر قرمز داشت، مرمر آذرشهر مال تبریز، ترابرتن آذرشهر رو داشت، سنگ قرمز خوش رنگی. گفتم این ساختمون مال کی بوده که گرفتی؟ یکی یواشکی فضولی. آقا نمیدونی؟ یک آدم پدرسوخته بوده، فلان بوده، یه صهیونیست فلان بوده. گفتم خب کی بوده؟ گفت صاحب آدامس خروسنشان. گفتم همین آدامس خروسنشان، چارتشو تو اون بسته‌بندی شیک و زیبا و عکس خروسی روش بود، یک قرون مصرف کننده یک قرونا، یعنی کارخونه تولید کرده فرستاده به بازار، بنکدار، عمده فروش، عمده فروش اینو از کارخونه تحویل گرفته برده داده به مغازه، مغازه دار رفته از عمده فروش خریده ارده گوشه در مغازش یک قرون فروخته، من مصرف کننده نفر چهارم توی دایره هستم، یک قرون میدادم 4 تا آدم سازش میگرفت با 1 ریال، 1 قرون، 4 تا آدامس، یه دونم بود دشه‌ای، آدامس بادکنکی، طعم زیبا و شیرین و خیلی هم خوشمزه. گفتم این صاحب آدامس خلوص نشان که 4 تاشو میدادن 1 قرون، گفتم آقا این باید، گفتم خب این جرمشو، گفت این پدر سوخته سالی 1 میلیون دلار میفرستاده اسرائیل. گفتم آقا به این باید جایزه بدی، من آدام اوپل رو دیدم توی راسلهایم فرانکفورت که مجسمش رو گذاشتن سر شهر، باید مجسمه این آدم رو درست کنی. میگیری چی میگم؟ 4 تا آدم سیزم بد میداد 1 قرون،
$1,000,000 در سال این میتونسته بفرسته به مملکت اسرائیل. هولی لند، سرزمین مقدس. دینش دیگه، مثل شما که میرید مکه، چطور اونجا اب نداره، مال این اب داره. این لاتا، این عرازه، این اوباش، خورد 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 خورد، هرچی از اون آرمانهای انقلاب دور شدیم، مردم فراموش کردن. اون دفعه پیش براتون تعریف میکردم که گفتم تو یکی این برنامه بود، گفتم یارو آدمه رو دیدم، طرفدار بود، طرفدار رژیم بود، یا اشتهار داشت به اینکه خودش گفت منو طرفدار رژیم معرفی میکنه. گفتم تو که هیچی نمیارزه به اینکه طرفدار رژیم، گفت اینا امیر قاسم اینا من اینجوری میشناسن. گفتم به نظر تو اگه یکی از اینایی که خیلی گردن کلفت اون بالا مالاس و فلان و اداره امنیت و از بچه های بالاس، اگه بهش بگی که آقا من زن بچه تو میبرم، خودتم میبرم، میبرم نیوزیلند، میبرم فیجی، میبرم پوگو پوگو، سامو آیلند، جای زیبای دنیا، اونجا تو 5,000,000 هم بهت میدیم، زن بچه تو میبرم، نمیادین؟ گفت 100% میاد. بایدم خب این راه جاسوسی آسونه که. چرا؟ برای اینکه اون عقیده و ایمانی که روز اول کلید بهش بهش میداد، دیگه امروز نمیخره کسی اون کلید بهش رو، میدونه قلابیه. به خاطر وجود همین شبکه‌های تلویزیونی مثل این، مثل دیگری، مثل دیگری، مثل دیگری، و این انفجار نور، این شبکه های اجتماعی، توییتر، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، این ور اون و همین آقای چی بود اسمش، گفتیم امروز ازش یاد کردیم، مردی که با لهجه گیلک حرف میزنه، آشوره چی اسمش، این همه داره تعریف میکنه، من ویدیوهاشو مرتب پیدا کنم براتون پخش میکنم. ببین برادر، کار به اینجا رسیده، بذار اینو بهت نشون بدم. الان چرا این رو کنار گذاشتن؟ چرا این یارو رفت کنار؟ برای اینکه اون روز اولی که این درست شد، یه چیزی درست کرده بودن تو خیابونه، اسمش چی بود، خیابون کریم خان، و در خیابون کریم خان یه جایی بود که این چی میگن، سر آبان اون طرفا، تصور کن، و اونجا وقتی که از میدون بولوار میومدیم به سمت هفته تیر، 25 شهریور هفته تیر، یه ساختمون نیمه کاره بود، سالها این ساختمون نیمه کاره بود، یه ساختمون بتونی بود، ستون و سقف زده بودن، دیوارایش نزده بودن، سهند و سپند و اون طرفا سپند. قبل از اینکه به ویلا برسیم، اون کلیسای سر ویلا، این خیابونه بود، آبان بود، چی بود اسمش، خدایا، پشت همین ساختمونی که دارم بهت میگم یه جایی بود اسمش بود اطلاعات و اخبار سپاه، که همین گنجی منجی پنجی ها اینا اون تو بودن، همین هایی که بعدن مثل حجاریان اینا اومدن وزارت اطلاعات رو درست کردن، اینا اطلاعات و اخبار سپاه رو داشتن. تو اون کوچه هی یه ساختمونی بود، تو اون ساختمونه اسمش بود اطلاعات اخبار سپاه. اون روزگارا یه قدر ایمان داشتن، باور مذهبی داشتن، اعتقاد داشتن. هرچی اومدیم جلوتر جلوتر جلوتر، همه اینا فراموش شد، فقط پول ملاکه.
اون لاتالوتایی که تو جبهه ها بودن بعدن شدن فرمانده های سپاه. یه مطلبی رو لو بعدن براتون پیدا میکنم، اون رو اونجا قرار خواهم داد. سایت پژواک ایران اون رو نشون میده که حتی این پسره اسمش که اومده جای تائب نشسته، همین یاری که اومده جای تائب نشسته، اینم بد نیست اشاره به این بکنیم. این کیه؟ همین یاری که امروز ازش کاظمی که ازش یاد میدم یاد میکنه. بذار این خوبه، اینو برات بگم. کجا گذاشتیش بعد؟ اینجا پیداش کردم. بازخوانی کوچکی از جنایات پاسدار محمد کاظمی، رئیس جدید اطلاعات سپاه. عبدالله عبدی، خبرنگار مدیر رسانه عبدی مدیا، با انتشار یک رشته تیوت نسبت به گماشته شدن محمد کاظمی در سمت رئیس سازمان تروریستی اطلاعات سپاه واکنش نشان داد. این خبرنگار نوشت فیلم شکنجه همسر سعید امامی را که در شبکه‌های اجتماعی ببینید، او با تأثر و التماس به بازجویان از حاج کاظم نام می‌برد که گویا موقع شلاق زدن او حضور داشته. او افسود او همان سردار سرتیپ محمد کاظمی است که در آن موقع معاون حفاظت اطلاعات وزیر اطلاعات بود. فیلم که در شبکه اش او با تأثر و التماس به بازجویان از حاج کاظم نام برد که گویا در موقع شلاق زدن بر او هم حضور داشته بود، همان سردار سرتیپ محمد کاظمی است که آن موقع معاون حفاظت اطلاعات و وزیر اطلاعات بود و یک کادر بازجو. اعتقاد رفته، اون ایمان نمیدونم عکس خمینی تو ما اینا دیگه وجود نداره. اون آرمان ها تو دنیای امروز شکسته متاسفانه. هیچ آرمانی وجود نداره و این بده. خوبه. یک برده از فساد حسین طایب در صنعت پتروشیمی. نقش حسین طایب رئیس سابق سازمان تروریستی اطلاعات سپاه در چشم‌پوشی از تخلفات و فساد مالی صنعت پتروشیمی و حمایت از مفسدان این حوزه تنها نمونه کوچکی از فساد این موره اطلاعاتی در بخش‌های مختلف کشور است. عبدالحسین بیات، رئیس صندوق‌های بازنشستگی نفت، طی اقدامی عجیب پسر خود محمد باقر بیات را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس منصوب کرد. عبدالحسین بیات که در واقع نفر دوم وزارت نفت محسوب می شود، از نزدیکان ابراهیم رئیسی است که در ستادهای انتخاباتی وی نیز یکی از اعضای ارشد به شمار می آید. این در حالی است که هفته گذشته فرزند نام برده با نام مستعار مهندس باقری همراه با مدیران نفت به امارات سفر کرده.
لازم به یادآوری است عبدالحسین بیات از مدیران وزارت نفت بود که حسین طائب ضمن چشم‌پوشی از تخلفات وی در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به خانواده نجفی نامبوده را به مناسب مهمی برگمارد. این در حالی است که عبدالحسین بیات نقش بسزایی در تشکیل پرونده موسوم پتروشیمی گیت نیز داشته. به نظر میرسه هدف اصلی بیات از پرونده سازی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی در اختیار گرفتن انحصاری صادرات این محصولات و واگذاری کنترل میلیاردها دلار به فرزند خود بوده که این روزها با انتخاب وی به عنوان عضو هیئت مدیره به اهداف خود دست یافته. در چنین شرایطی در آینده نه چندان دور باید منتظر افشای فساد کلان اقتصادی دیگری در حوزه پتروشیمیا باشیم که تمام آنها با حمایت حسین طائب صورت گرفته. این حسین طائب، این لاتولوتا که فرماندهان سپاه هستن، اونجا یارو تعریف کرد جعفری که سر داستان سیسمونی گید که اومد در خونمون، اون یکی گفت قالیباف اومد از مسجد و هیئتشون اومد. ببین این داستان هیئت ها حتی تو اون شهرهایی که اینا هم زندگی میکنن وجود داره، تو محلهایی که اینا زندگی میکنن، گوه دست هیئتشون اومده و من گوه آقا حالا بی خیال شین و فلان شین و بهمان شین. این اونجاییه که این طائب همون کسیه که در انتخابات سال 84 کروبی گفت خوابیدم بیدار شدم دیدم رأی منو پسرت خورده، مشتبه جیغ میزد در دست مشتبه. رفسنجانی این رو ظاهرن بیرون میکنه از تو وزارت اطلاعات، بعد این میره تو دفتر خامنه ای، چون ظاهرن با پسر خامنه ای تو جبهه با همدیگه آفتاب مهتاب بازی میکردن و خیلی داستان داره این حسین طائب. آقای مصداقی حتما مطلب مفصلی راجبش خواهد نوشت، چون اون حافظه خوبی داره، اطلاعات وسیعی داره، قلم شیوایی هم داره. اما یادمون نره اینا یه مش لات و لوت هن که مملکت ما رو اشغال کردن، اینا اشغالگرن، باید دست در دست هم بذاریم مملکت رو از این شرایط نجات بدیم. اما ما نمیتونیم منتظر این، گفتم این سرمایه ملی حد در اون شک نکن. به اون بینندهی که زنگ زد میگم آره بابا اینو میشناسنش، این درست به همین سبب شد سرمایه، برای اینکه پدرش خیلی به این خارجی ها بام داد، واج داد، نمیدونم فلان داد، غرامت داد، این داد، اینا میشناسنشون. این پسره اون جنس نیست بدبختی ملت ایران. اگر اون جنس رو داشت، اگر اون جنم رو داشت، یه هیئتی معرفی، هیچی نمیره کنارش وایسه از آدم هایی که مثل اللایار کنگلو، این یارو آشکالا، حتی اونم دیدی که رفت اومد، حتی اون یارو خیلی فاجعه است. چگره که گیر کرده ملت ایران. یه دوستی با هم میگفت من باور ندارم که ایران دوباره ایران شود و من چقدر قصه‌ام گرفته بود و هی بغض گلومو فشرده بود، بهش گفتم نه، اما مثل که حق با اوه. خیلی گرفتاریم تا این وطن وطن شود، خیلی کار داریم. مهمترین مشکلمون همین آدمایی هستن که میگه من اینجام ولی نه آقا من به ایران کاری ندارم، به اخبار ایران اصلا، آقا سعید من گوش نمیدم، من اصلا خرموش گوش نمیدم. میشم چیزی بهش میگم تو به خاطر این حکومت از ایران اومدی بیرون، وگرنه تو اینجا چیکار داشتی آخه؟ میگه آره راست میگی. میگه پس چطوری تو بی اهمیت میشی به وطنت؟
میشه آدم انقدر بی وطن بشه؟ این ببین اون موقع که مثلا وزارت اطلاعات و فلان و اینا همیشه گفتم اینا تون 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 وقتی در زندان ها برخورد کردن با آدم ها، آدم های نخبه، آدم های باسواد، آدم های فهیم، آدم های کتاب خونده، اساتید، معلم، بزرگان، اینا در مقابلش کم می آوردن. اون موقعی که اون یارو اکبر گنجی کجاست الان؟ وقتی کتاب مانیفست جمهوری خواهی رو از تو زندان داد بیرون سال 2002-2003، همون موقع من گفتم یه تحلیلی کردیم از اون کتابش، بهش گفتم آقا این مثل یه آدمیه که رسیده سر یه این به خاطر مقابله با اینها، مقابله با اون آدم های بزرگ در درون زندان ها، اینا رفته یه سری کتاب خوندن، اون حجاریان مجاریان اونا کتاب خوندن، ولی امروز اونا بستر کار نیستن. به همین دلیله که این آدمه رفسنجانی میگه که به خامنه‌ای بهش میگه که یه جا شنیدم تو این حرفایی که این چند روز دیروز تا حالا میشنیدم، میگه خامنه‌ای بهش گفته که آها، مثل که آقای سازگارا بود تعریف میکرد که رفسنجانی به خامنه‌ای میگه چرا اینو آوردی تو دفتر، چرا این کار کرد، چرا اینو گذاشتی مسئول این کار، میگه این آدمای لاشی همینم هم به دردشون میخوره. این آدمی بوده که برادر یارو رو، برادر روحانی رو، برادر جهانگیر یکی جهانگیری رو میگیره میکنه زندان، دستگاه امنیت کشور وزارت اطلاعات میگه آقا این یارو که تو گرفتی جاسوس نیست، حضرت عباس ما اینو التماسش کردیم از خارج آوردیمش اینجا که مترجم ما باشه، کمک به ما بکنه تو این مذاکرات برجامی. این هر کی رو دلش میخواسته میگرفته میکرده زندان. بنابراین اون لاشخورایی که در دورن فرماندهان سپاه یه مش لاشخور، اونا از وضع خودشون ترسیدن که فردا این مارم میکنه زندان خامنه‌ای بمیره ما چه تکلیفی داریم، بهتر این ما الان بزنیمش و زدنش. یعنی که چی؟ یارو اومده رفته تو تهران، یارو رو گرفتن، یارو قاچاقچیه، یارو ارباب سیاره که تو تگزاس گرفت، اینجا آمریکا گرفتش که میخواسته بره الجوبیل که اون موقع سفیر آمریکا، سفیر عربستان در واشنگتن بود، بره بگیره بکشه، رفته بوده با قاچاقچی های مواد مخدر مکزیکی حرف زده بوده. این کی بوده؟ این مثلا فامیلشون یه دونه از همین سرنگای سپاهی بوده در این سفرهایی که تابستون رفته تهران و فلان اینا. راستی سوئد اعلام کرده آقای این تابستون مردمان به ایران سفر نکنید، به خاطر اینکه 14 جولای حکم این یارو در میاد، اینم اشد مجازات داره، در نتیجه جمهوری اسلامی الان هم زخمیه میگیرتتون و میشناسدتون. اگه دکون دستکی داری، کاسبی داری، میدونه یک قرون دوزا پول داری، 100% میگیرتت تا شونت رو نگیره، ولت نمیکنه. بنابراین ایران نرید، ترکیه نرید، با برید یه جای دیگه، تو هم اروپا بگردی، جای زیبا زیاده ندیدی. اینا یه مش دزدن تو مملکت. این تحلیلای آوکی رو گوش نده. خب چطوری ممکنه وزیر اطلاعات بیاد تو تلویزیون بشینه بگه نفوذ دستگاه اطلاعاتی اسرائیلی اونقدر زیاده که ما هیچ کدوم مسئولان حکومتی جانشون رو باید خودشون حفظ کنن؟ امروز هم اعلام کردن که آقای پوتین به تهران خواهد رفت. آقای لاروف که رفته بود دیروز پیروز بهشون گفت برید برجامو امضا کنید، و امروز هم که اعلام کردن که این یکی میره.
دویچه وله نوشته بسیاری کنار گذاشتن قدرتمندترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به رخنه اسرائیل نسبت میدن و برخی به جنگ قدرت. عده‌ای نیز ادعا میکنن طائب در مقام مشاور فرمانده سپاه در یک مأموریت مهمتر و راهبردی‌تر قرار گرفت. نه عزیز من، اولا به شما بگم که هیچ مقام امنیتی مستعفی نمیشود، هیچ قاچاقچی مواد مخدر مستعفی نمی شود. این تا آخر عمرش باید وایسه تا بمیره، کشته بشه. بعد این یارو که گذاشتنش، حالا رئیس جای این گذاشتنش، هیچ کس فکر نمی کنه که خب حالا همه این حرفا رو زدی، این حاج محمد که گذاشتن جای این یکی حاج حسین، خب این که معاون اون بوده، زیر دست این بوده، همه تشکیلات رو با هم دیگه توی اتاق هم با هم شریکن، که با چه تحولی صورت گرفته؟ به این نکته فکر کن. کله پس برخواست، سگ جایش نشست، هیچ فرقی نکرد که. اینا از علت این که در اونجا نمیدونم هند شکست خورد، در تایلند شکست خورد، در اونجا شکست خورد، ترکیه هنوز نرفته، لوش رفته، برای اینکه اینا با آدم های بی دست و پای غیر حرفه‌ای تر تماسن. با رضا نیمتنه و حسن پاترنه و این حرف ها دارن اینا کار. اینا که مامور امنیتی نمیتونن بشن که. به گزارش دویچه وله، رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه روز پنجشنبه دوم تیمار تایید کرد که محمد کاظمی، حاج کاظمی، به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه جانشین حسین طاهب شد. این جابجایی با حکم حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انجام شد، اما با توجه به نقش خامنه‌ای در جایگاه فرمانده کل قوا، چنین اعضاب و نهضهایی با نظر و دستور مستقیم او انجام می‌شود. تا چند ماه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 فرمانده نیروهای بسیج شد و با ارتقاء جایگاه معاونت اطلاعات سپاه به سازمان رئیس آن شد. اون نزدیکترین دستیار مشتبه خامنه‌ای به شمار می رود. در سالهای اخیر بیش از پیش آشکار شد که ریاست مهمترین و قدرتمندترین تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. این فیلم های گاندوم، آخه شما همون موقع گفتم که هیچ دستگاه امنیتی دیدی از خودش فیلم درست کنه؟ هالیوود میره فیلم میسازه از یه عملیات جاسوسی فلان اینا، اما CIA که فیلم نمیسازه گاندو، MI6 و MI5 که فیلم نمیسازن گاندو. در ماه‌های گذشته به خصوص با افزایش بی‌سابقه عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده می‌شود، گمان زمینی درباره رخنه ماموران اسرائیلی به دستگاه امنیتی روسیه به شدت افزایش یافته و معتقدند که کنار گذاشتن طائب بی ارتباط با این مسئله نیست. ابتهی رئیس دفتر سید محمد خاتمی در یک پیام توییتری نوشته بعد از این همه رخنه‌های اسرائیلی، تغییر رئیس سازمان اطلاعات سپاه یه امر ضروری بود. اینا رد گم کنی ها، اینا رو گوش نده. این شایبه را جایگاه قبلی محمد کاظمی تقویت میکنه. او پیش از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بود، تشکیلات که مستقل از فرماندهی کل سپاه و زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت میکرد. جنگ پنهانی قدرت و حامی برکنار شده قالیبا. با این حال برخی، ببین چندی پیش راجع به این داستانه گفتم براتون که همین دستگیری تو برنامه آقای مصداقی هم اشاره بهش کردیم، همین چند تا خبرنگارایی که گرفتن اینا تو تیم سعید محمد بودن و قالیباف
سید محمد رو خواست بزنه اینجوری، حالا خودش خورده، برای اینکه این بزرگترین حامیش رو اینجا اینجوری که دویچه وله نوشته. با این حال برخی تحکیران معتقدن قضاوت قطعی درباره علت برکناری طایف و پیامده هایان کار ساده نیست. احمد زیدآبادی می نویسد با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات منازعات پنهان قدرت در ایران، داوری درباره دلایل اصلی برکناری و پیامدهای آن از بیرون از دایره قدرت کار دشواری است. مطابق شواهد، حسین طایب از حامیان اصلی جریانی است که با قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی از مهرهای کلیدی آن محسوب می شود و در جلوگیری از پیگیری قضایی پرونده های فساد مالی مرتبط با او نزدیکانش نقش کلیدی بر عهده داشت. روز جمعه یه ویدیوی قدیمی از سخنان رحیم مشایی از نزدیکان احمدی‌نژاد در فضای مجازی منتشر شد که او در آن ادعا میکنه سال 84 طائب در پی رئیس جمهور شدن قالیباف بود و با ناکامی این پروژه دشمنی ها شدید شد. چندی پیش هم یک فایل صوتی از گفتگوهای محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه و حاج صادق ذوالقرنیا معاون اقتصادی نهاد فاش شد که بیانگر اختلاف شدید طائب و جانشینی کنونی او بر سر پرونده های فساد مالی قالیباف و اطرافیانش بود. گفته می شود برخی افشاگری های اخیر از جمله درباره سفر نزدیکان قالیباف به ترکیه داستان سیسمونیگیت می تواند نشانه هایی از تضعیف حسین طائب به عنوان مهمترین حامی او باشد. با اینها کانال تلگرامی اماریون روز جمعه جایگاه بعدی حسین طائب نشان خواهد داد که برای یک مأموریت مهمتر و راهبردتر در نظر گرفته شده. دادن سمت مشاور به کارگزاران برکنار شده در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد، بیشتر تشریفاتی و سوری محسوب میشن. تازه‌ترین نمونه انتصاب ها حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت 13 است که پس از حدود 9 ماه کار در این سمت عرض شد با کنارگیری کرد، به عنوان مشاور رئیس جمهور اون منصوب شد. دومین عزل مهم بعد از برکناری منتظری حسین طاهر در 13 سالی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت در پیگرد بازداشت و از فعالان مدنی و سیاسی و سرکوبگر معترضان شخصیتی محوری بود و بر همین اساس کنارگیری یا عزل او حادثه ای مهم و کمانند در تاریخ جمهوری اسلامی عزل میشه. حمید رسایی از اصولگران تندرو و یکی از اعضای شورای مرکزی قرارگاه عمار در کانال تلگرامی سپاه قدس گفته پس از عزل منتظری از قائم مقامی برکناری طائب تأثیرگذارترین عزل در تحولات انقلاب. رسایی با بیان اینکه برکناری طائب بدون شک یک جراحی در پیکر قدرتمندترین دستگاه اطلاعاتی امجمعه ابراز اطمینان کرد این کار سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد. من هم چیزی رو باور ندارم. اون چیزی رو که من نتیجه میگیرم از همه این حرفایی که گفتم و با همین جمله از حضور مرخص میشم، اون این استش که اون داستانی که گفت سر اختاپوس رو باید زد، این در حقیقت لرزه‌ای که در رأس هرم سپاه اتفاق افتاد. اینا رو به همدیگه در حقیقت مرتبط بدونید. همه نگران وضعیتشونن. تو چه نظامی؟ تو نظامی که برات گفتم 5 میلیون میگیری بیای بری اونجا زن و بچه‌ت هم ببری برای خودت خوش زندگی کنی. این میدوه با سر میاد. اما لعنت بر اون کسانی که این شرایط مردم، این بدبختی میهن براشون باعث نوندونیه. در خارج کشور مرتب در این زمینه ها در تلاشن
که مردم رو از این شرایطی که هستن به شرایط پستر ببرن. نمیدونم. خیلی شرایط سختی است. امیدوارم مردم در داخل کشور بتوانند همتی بکنند و این نظام جهل جنون رو از ریشه بر بکنند، از ریشه. با امید اون روز، با سپاس از همه شما خوبان نازنینان که تا این لحظه دنبال کردی برنامه رو، دیدار ما به روز یکشنبه خواهد بود و برنامه مهستان. این هفته در مهستان هم آقای حسن دانشور سخنران جلسه خواهند بود. دعوت میکنیم برنامه رو پی بگیریم. نیازمند حمایت مالی شما هستیم. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. سپاسگزار شما هستیم. متشکرم.